رفتار گرم احتکار و زد و بند همزمان با بازگشت تحریم ها، حلقه های پیدا و پنهان فساد در ایران کجاست؟ محتکران تا کجا ریشه دارند؟ سه دهه پس از پایان جنگ ایران و عراق، سرنوشت هزاران سرباز هنوز معلوم نیست. و حذف صدها حساب ایرانی و روسی از فیسبوک و توییتر، گفته شده با روش مشابه اطلاعات غلط منتشر می‌کردند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. وقتی از احتکار حرف میزنیم از چه حرف میزنیم؟ یخچال و فریزر و تلویزیونی که در انباری در جنوب تهران از چشمها پنهان شده تا بعداً گرانتر فروخته شود؟ مرغ و میوه و دارویی که ناگهان کمیاب میشود؟ دلارها و طلاهایی که در تشک خانه ها پنهان شدند؟ اصلاً در شرایطی که کشوری تحریم است، در مورد احتکار و فسادهای مالی چه میتوان گفت یا کرد؟ و کشوری چون ایران که در مهار فساد ناتوان بوده و گهگاه نام برخی از مسئولان و مقام ها هم در فهرست متهمان جا میگیرد، چه راهی برای کاهش موارد این چنینی دارد؟ جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. روزی نیست که در ایران خبر کشف انبارهای مملو از کالا به گوش نرسد. به گفته مسئولان به طور میانگین روزی 35 مورد. آنم کشف کالاهای انبوه با مقادیر نجومی. یک انبار بزرگ مقادیر زیادی داروی قاچاق و احتکار شده کشف شد. کشف 7 انبار احتکار کالا در کرمان به ارزش میلیاردها تومان. طی 2-3 ماه گذشته تا 50 میلیون تومان. بیش از 3 میلیون قلم کالا. بیش از 100 میلیارد ریال تخمین زده شد. قرار اجناسی که همین موارد پی در پی کشف کالاهای احتکار شده نشان میدهد یک چیزی عوض شده. فساد از سیستم ریشه‌کن نشده، ولی تلاش برای مهار احتکار با کشف هر انبار یک موفقیت دیگری را ثبت می‌کند. اینجا ونزوئلا است. احتکار در اقتصاد بحران زده ونزوئلا بیداد می‌کند. حکومت ایران می‌داند عواقب اجتماعی و امنیتی جدی نگرفتن این معضل چیست. جزئیات احتکار دارو توسط دختر خانم موفقیت حکومت در برخورد با احتکار هم بسته به عمق فسادی است که در لایه‌های جمهوری اسلامی رسوخ کرده و هم بسته به مدیریت مبارزه با احتکار. فساد مفسد بایستی مجازات بشن. حکومت ایران برای اینکه نشان دهد در بحث فساد و احتکار با هیچ کس شوخی ندارد، باید مچ خیلی های دیگر را بگیرد. من فکر می‌کنم یه عزم جدی برای این کار نداره. خب اما آنجا که موفقیت در مهار احتکار به مدیریت قضیه مربوط می شود، باید دید چه کسی مسئول مبارزه با احتکار شده. این مبارزه به تشکیلاتی واگذار شده که چند هفته از زیر نظر وزارت صنعت و معدن و تجارت برپا شده. نامش ستاد مبارزه با احتکار و اختفاس. بچه مردم مشکل دارن، تمام اینا همش کالا نمیدید به بازار. هنوز برای قضاوت درباره عملکرد ستاد زود است. ببینید کار باید تقسیم بندی باشد. بخش خصوصی میگوید در این ستاد نقش مهمی ندارد. کاری اگه بر این منوال باشد که آقا خوشش بیاد یا نیاد، ما مکلفیم تا زمانی که ریستن در نشستیم جواب مردمو بدیم. مدیران استانی میگویند در همه نقاط کشور نمایندگی ندارد. سازمان های تابعی که باید کار نظارتی انجام بدن وجود ندارد. در چیز دیده نشد. این ایراده. نمایندگان مجلس میگویند این ستاد میخواهد کاری کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالها میخواست انجام دهد ولی نتوانست. هر مغازه میره میگه موجود نداری. کلا یخچالش الان یه چیزی هولوش 4 برابر شده. در شرایطی که قیمت کالا روز به روز گرانتر میشود، هر ساعت سوء مدیریت بهای سنگینی دارد. روال صحیح کار را این نماینده مجلس چنین شرح داد. کالا چطوری میاد؟ کالا میاد وارد گمرک میشه، از گمرک باید ترخیص بشه، باید بره به یک انبار مشخصی تحت نظر ایشون، از اونجا وارد بشه، بیا توی شب خورده ها، توی مثلا بنکداری ها توزیع بشه. این سیستم قطعه. در حال حاضر 38 کالا هستند که ستاد مبارزه با احتکار زیر نظر گرفته. این 38 قلم کالا باید در یکی از 20 هزار انبار ثبت شده در ایران نگهداری شوند. در غیر این صورت این کالاها قانوناً احتکار شدند. وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده کالاهای هر انباری که در سامانه جامعه انبار ثبت نشده باشد احتکاری محسوب می شود.
اما نه همه کالاهایی که وارد کشور می شود ثبت می شوند، نه بعد از ترخیص از گمرک به انباری ثبت شده می روند. سند اومدن از اینجا خبر داره؟ نه، اما اتحادیه خبر داده. نباید اینو به صنعت معدن اعلام میکرد این قضیه رو؟ ما وقتی که مجبور نبودیم وقت خرید کالامون بریم ثبت کنیم ثبت نکردیم. اما حالا کشف این انبارها راحت تر شده، زیرا بانک اطلاعاتی دستگاه های مختلف اصطلاحا بیشتر با هم لینک شدند. سامانه های ثبت در دستگاه های مختلف هماهنگ شدند، ولی حلقه های مفقوده همچنان زیاد است. ما 13 تا سامانه تقابل تعریف بوده در قانون مبارزه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تولید کننده و وارد کننده خودرو گرفته تا موبایل و دارو تا لوازم خانگی و مواد غذایی. با هر حلقه مفقوده سوداگران به ثروت های بادآورده می رسند. سیاوش اردلان، بی بی سی. 30 سال از پایان جنگ ایران و عراق گذشته، اما سرنوشت هزاران سرباز مفقود شده روشن نیست و خانواده هایشان در دو کشور برای گرفتن خبری از گمشدگانشان هنوز در انتظارند. نفیسه کوهنورد و فیلمبردارش کرمانج هوشیار هم شاهد مراسم تحویل باقیمانده اجساد تعدادی از سربازان ایرانی بودند و هم پای صحبت خانواده های عراقی نشستند. آمادهشان می کنند تا به وطن برشان گردانند. خیلی هایشان بیش از 30 سال است که در خاک غربت مانده بودند. تابوت هایشان همه سبک هستند، شاید فقط پر از چند قطعه استخوان و قدری هم خاک. اینجا مرز شلمچه است و این یکی از روزهایی که عراق بخشی دیگر از باقی مانده پیکرهای سربازان ایرانی را تحویل می‌دهد. سربازانی که در جنگ دو همسایه جانشان را در همین نواحی از دست دادند. تعداد مفقودان جنگ 8 ساله هنوز کاملا مشخص نیست، اما هزاران خانواده در دو طرف منتظر شنیدن خبرند. گروهی از خانواده‌های ایرانی آخرین دیدار را با عزیزانشون خواهند داشت. روزی که ما این تصاویر را فیلم برداری می کردیم، بازمانده های تن 76 رزمنده راهی ایران می شد. انتظار طولانی و طاقت فرسا برای مفقودان جنگ عراق و ایران، اما شاید پررنگ ترین درد مشترکی است که خانواده های دو سوی مرز دارند. شب هر اول یوم عرسه، یوم زفاف، اجای خودنی من اهلی. برای سبیه تنها این یک عکس از همسرش عبدالله مانده از روز عروسیشان. عبدالله 31 سال است که مفقود شده. او عسکری، والله او جندی مکلف. سرباز وظیفه بود. اول فرستادنش بصره و بعد به شمال عراق و دیگه ندیدمش. 1987 بود که به هم خبر دادن مفقود شده. من سر دختر کوچیکم حامله بودم و پسرم تازه نشستن یاد گرفته بود. دختر بزرگم هم 4 سالش بود و دختر دومم 2 ساله بود. این خانواده تمام این سالها چشمشان به در بوده که شاید مسافرشان برگردد. اما ته دل هم همیشه ترسیدند که آن روز از راه نرسد. من گیج شدم و در دوراهیم بر میگرده بر نمیگرده، یا یک روز ما رو غافلگیر میکنه و در میزنه و میاد تو. آرزو میکنم این اتفاق بیفته. خوشحال بشه از دیدن بچه هاش و اونا هم از دیدن پدرشون خوشحال شن. قبلا آرزو داشتم که عروسی دختراشو ببینه، اما نشد. حالا میگم انشالله روزی بیاد و محمد رو داماد کنه. ما هنوزم منتظریم که خدا خودش راهی رو باز کنه. منتظر میمونیم. تا روز مرگ منتظرش میمونیم. سبیه میگوید خوب میداند که زنان بسیاری در ایران هم سرگذشتی مشابه او دارند. اونا هم مثل ما هستن. پسراشون رو، شوهراشون رو از دست دادن. همون احساسی رو دارن که ما داریم. به خدا مثل همیم و منتظر میمونیم و خدا هم به همون صبر بده. بلکه خدا کمک کنه و برگردن. خدا همون صبری که به من داده به اونا هم بده. ایران و عراق به تازگی توافق کردند که روند جستجو برای مفقودان و تبادل بازمانده پیکرها را سریع تر کنند.
روندی که با نظارت صلیب سرخ انجام می شود. اما موانع بر سر آن کم نیست. کار دشواریه. بخشی از اطلاعات درباره مفقودها به خاطر مرور زمان دیگه دقیق نیست. از طرف منطقه مورد جستجو بسیار وسیعه. از دهه 80 تا الان شرایط امنیتی هم تغییر کرده و این کار رو مشکل کرده. برای همین امروز پاسخ دادن به خیلی از سوالها بر اساس این اطلاعات بسیار سخته و این چالش بزرگی به خصوص برای خانواده هاست. یعنی چند سال دیگه ممکنه این روند جستجو طول بکشه؟ سوال خیلی خوبیه اما جواب واضحی براش نیست. بر اساس تجربه های صلیب سرخ که جاهای دیگه هم مسئولیت های مشابه داشته، این روند میتونه خیلی زمانبر باشه یا کمتر طول بکشه. اما به دلیل مشکلاتی که گفتم متاسفانه پاسخ روشنی برای این سوال وجود نداره. بیشتر جستجوها در مناطق مرزی است که غالبا هنوز از مین پاک نشده اند، به خصوص در خاک عراق. موجود حاليا تعاون بيننا وبين الجانب الايراني. بین ما و طرف ایرانی همکاری هست و تیم‌های مشترکی تشکیل شده برای جستجوی اجساد، اما به دلیل وجود مین‌ها جستجوها در عمق صورت نمی‌گیره. بیشتر جستجوها برای مفقودین کناره‌های جاده و راه انجام میشه، ولی در عمق خیلی سخته. با این حال تنها در 3 ماه گذشته ایران باقی مانده پیکر دست کم 118 و عراق 202 سرباز را تحویل گرفتند. و این یعنی به پایان رسیدن انتظار برای خانواده های آنها. مهدی 32 سال منتظر آمدن همسرش کاظم بود. از ماه پیش اینجا میادگاهشان شده. حال و روز این مادر و پسر به نوعی گویای درد خانواده همه مفقودان جنگ عراق و ایران است که پس از 3 دهه صبر امیدشان ناامید می شود. وقتی آوردنش دیوونه شدم چون تابوتشو شکستم. آوردمش بیرون، فقط استخوناش بود. از اون روز مریض شدم. دخترم هم همینطور. قبلا امیدوار بودیم، میگفتیم اسیره، یه روزی بر میگرده. میگفتیم خدا ایشالا به همون رحم میکنه و دری برامون باز میشه و اون بر میگرده. به خدا اگه معلول میشد و با دست و پای قطع شده برمیگشت خونه، خوشحالی بزرگی بود. اما حالا دیگه جمعمون جمع نمیشه. علی 6 سال داشت که دیگر خبری از پدرش نیامد. جنگ 8 ساله اما نه فقط پدر، که عمویش را هم از او گرفت. فقد والدي ب 86 اتاخر بالشهر يعني 3 ما جا والدي. سال 1986 پدرم مفقود شد. 2-3 ماه بود که مرخصی نیامده بود. عموم رفت که سراغش رو بگیره، اما خودش شهید شد. بعد پدر بزرگم رفت دنبال بابا و عموم. جسد عموم رو آورد اما بابام رو پیدا نکرد. از 6 سالگی مسئولیت 2 خانواده با من بوده و حتی برای مراقبت از خواهرهام مدرسه هم نرفتم. اول گفته بودند کاظم اسیر شده، اما بعد نامش در فهرست مفقودها قرار گرفت. تا همین یک ماه قبل علی فکر می‌کرد پدرش برمی‌گردد. الله شاهد رحت، یعنی مو قال له اسمه موجود. خدا شاهده وقتی گفتن اسمش در فهرست مفقودهاست باور نمی‌کردم. حتی کارت سربازیش رو دیدم و باور نکردم. فکر کردم پیداش نمی‌کنم. مطمئن بودم زنده است. منی که 40 سالمه قبلا حس نمی‌کردم یتیمم. الان حس یتیمی دارم. بشینید. فرمان داده میشه که به شهید، یعنی که به سوی شهید، یعنی می‌خوایم حمل کنیم. ولی همه تابوتا رو باید با دو دست بگیرید. با یک دست آزاد نباید بشید. با دو دست می‌برید زیر تابوت. با گذشت 3 دهه از پایان نبرد عراق و ایران،
هنوز معلوم نیست چه موقع نشانی از همه مفقودان آن جنگ پیدا شود. در این سالها چه بسیار پدران و مادران و همسرانی که در انتظار ماندند و چشم به راه رفتند، بیان که بدانند عزیزشان کجاست و کی به خانه برخواهد گشت. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، مرز شلمچه. فیسبوک، توییتر و اینستاگرام صدها صفحه را که میگویند متعلق به ایران بودند حذف کردند. آنها میگویند یک شرکت امنیت سایبری به نام فایر آی به آنها اطلاع داده که این صفحه ها برخلاف ظاهرشان به بخش‌هایی از حکومت ایران از جمله سازمان صدا و سیما مرتبط بودند و مخاطبان را گمراه میکردند. در این صفحه ها پیام های سیاسی علیه آمریکا، اسرائیل و عربستان منتشر میشده. جزئیات بیشتر از بهرنگ تاجدین. اینها بعضی از پست هایی است که فیسبوک میگوید حساب های مرتبط با ایران منتشر کردند. این پوستر معاشقه دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در صفحه‌ای به نام بریتیش لفت یا چپ های بریتانیا منتشر شده. این کارتون که رهبران کشورهای عرب را بابت رنج های فلسطینیان مسئول میداند در صفحه‌ای به نام جبهه ملیگرای فلسطین منتشر شده. و صفحه‌ای به نام جبهه ترقی خواهان با انتشار این تصویر سیاست‌های ضد مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا را به سخره گرفته. فیسبوک می‌گوید بعضی از این صفحه‌ها با شبکه پرس تیوی صدا و سیمای ایران مرتبط بودند و می‌خواستند مخاطب را درباره هویتشان و ماهیت کارشان گمراه کنند. ایران سال هاست که تلاش میکنه روی افکار عمومی در خاورمیانه، آمریکای لاتین یا کشورهای غربی مثل بریتانیا تأثیر بذاره. تأسیس شبکه‌هایی مثل پرس تیوی، العالم و هیسپان تیوی هم با همین هدف بوده. چیزی که گزارش فیسبوک نشون میده اینه که علاوه بر اون شبکه‌های شناسنامه دار، ایران سایت‌ها و صفحه‌هایی بدون شناسنامه هم تأسیس کرده تا همون پیام‌های سیاسی ضد آمریکایی، ضد اسرائیلی و ضد عربستانیش رو به افکار عمومی جهان منتقل کنه. به گفته فیسبوک مجموعاً 254 صفحه با نزدیک به 1 میلیون فالوور، 270 حساب و 3 گروه با 2300 کاربر بسته شدند. اینستاگرام هم 116 صفحه با مجموعاً 59,000 کاربر را حذف کرده. 284 حساب توییتر هم به دلیل ارتباط با همین شبکه تعطیل شدند. شیوه‌هایی که استفاده کردم برای ساخت سایت‌هایی که در ظاهر ربطی به ایران نداره و اکانت‌های مستعاری که با اسامی اروپایی و یا خاورمیانه‌ای ساخته شده در برای توزیع این خبرها و توزیع این تصاویر و اطلاعات تبلیغی به شیوه ای هستش که روسا توش استادن و تأثیرش رو توی یکی دو سال اخیر توی اروپا و آمریکا دیدیم. از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، فیسبوک بابت مقابله نکردن با آنچه انتشار اخبار دروغین و تلاش گروه‌های مرتبط با دولت روسیه برای تأثیرگذاری بر این انتخابات خوانده شده، مورد انتقاد بوده. همین انتقادها باعث شده که این شرکت تلاشهایی را برای مقابله با چنین اخباری و نیز جلب دوباره اعتماد کاربرانش آغاز کند. بستن حساب‌های مرتبط با ایران هم بخشی از همین تلاش هاست، هرچند که ماهیت محتوای این صفحه ها بیشتر نظر بوده تا خبر. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. در ایران هشتگی رایج شده با عنوان فرزندت کجاست؟ هشتگی در واکنش به صحبت‌ها و فعالیت‌های فرزندان مقام‌های سابق و فعلی، جوانانی که عملکردشان در منافات شدید است با ارزش‌های انقلابی که پدران و مادرانشان در آن سهیم بودند. در گزارش آناهیتا شمس، نور شدید فلاش دوربین دیده می‌شود. بالاخره اون کسی که توانایی داشته به نقطه‌ای رسیده، حتماً یه استعدادی تو وجودش بوده. این استعدادا بالاخره درس وراثتی وجود داره، ژنی وجود داره. ژن خوب اینطور هشتگ شد.
صحبت‌های جنجالی حمیدرضا عارف، پسر محمد رضا عارف، نماینده مجلس و معاون سابق رئیس جمهور ایران، درباره ژن خوبش که از پدر و مادرش به او به ارث رسیده و موفقیتش به خاطر انتقال این ژن به او. خب این ژن منتقل میشه، یعنی بالاخره ما سه تا برادر هر سه تامون هم درسامون خوب بوده. انتشار عکس‌هایی از سبک زندگی لوکس بعضی از این آقازاده‌ها که شاید به نظر بیشتر برای خودنمایی در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص اینستاگرام که مخاطبش از اقشار مختلف مردم است، انتقادات زیادی را به همراه داشت. همون کسی که خودش اشرافیگری داره، خونه ای داره که سید مهدی صدرالساداتی از روحانیون فعال در شبکه‌های اجتماعی چندی پیش عکسایی را از عروسی امیر محسن مرادیان، پسر سفیر ایران در دانمارک منتشر کرد که سر و صدای زیادی به پا کرد. از انتقادات مردم به این عروسی و انتقاد آقای مرادیان به انتشار این عکس‌ها. من شما رو توی خیابون می‌بینم، یهو میگم که آقا قباتون دزدیه. من کی گفتم دزدیه؟ آقا من کی گفتم دزدیه؟ خب این مثال غلطه. خب من سوالم وجود داره. میگم تازه به شما نگفتم، اصلا به پدرتون گفتم. گفتم آقای سفیر جمهوری اسلامی، شما دارید در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنید. آیا حضرت امام نگفتن که وقتی که مسئولین به سمت کاخ نشینی بروند فاتحه انقلاب رو میخونیم؟ آناشید حسینی، همسر امیر حسین مرادیان که در شبکه‌های اجتماعی خود را به عنوان طراح مد معرفی کرده، هم به خاطر زندگی پرزرق و برقش مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته است. به نظر من تمیز بودن، مرتب بودن، همینا باعث آراستگی آدم میشه. حالا شما میتونید کیف 15 میلیونی هم دستت نگیرید. آناشید حسینی هم پس از انتقادات بسیار در صفحه اینستاگرامش به انتقادات واکنش نشان داد. فهم کنم یه محاسبه خیلی ساده است. اگه بشینین یه محاسبه ساده بکنیم، میفهمیم که با دلار و یورو اون زمان این کمربند اصلا قیمتش 15 میلیون نبوده. این کیفای هرمس و کسایی که خیلی علاقه به برند دارن و برند پوشی میدونن، 4-5 سال پیش فیک و های کپیش توی ایران زیاد شد. انتقاد کنندگان میگویند سبک زندگی این افراد که در اذهان عمومی منتسب به نهادهای قدرت هستند، تنها با امکانات دولتی و رانت‌های سیاسی امکان پذیر است. کارزار توییتری فرزندت کجاست در واکنش به همین انتقادات شکل گرفت و واکنشی بود به حرف‌های مهدی مظاهری، پسر طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، که پس از انتشار عکسش در ماشین لوکس و موبایل گران قیمتش حاشیه ساز شد. یه دی جون دادن، یه دی هم پول دادن، مثلا ماشین کوچان مدرس کرد سر و پای داره، اونی که پولیده حساباتو فوراً گفتن همین چند روز پیش پیام ساشا سوپانی، پسر سفیر سابق ایران در ونزوئلا، در اینستاگرامش جنجالی به پا کرد. تا جایی که احمد سوپانی پدر او از پسرش اعلام براءت کرده و میگوید او در تربیت فرزندش موفق نبوده و با او در ارتباط نیست. این چند روز یه استوری از من اومد بیرون. ساشا سوپانی هم در آخرین پستش میگوید پدرش هیچ نقشی در زندگی و موفقیت او نداشته. من از آقازادگی فقط اسمش رو یدک کشیدم. هیچ موقع پدر من منو حمایت نکرده. پدر من که امروز میاد مصاحبه میکنه میگه من اعلام براءت میکنم از پسرم. من پدر منه، دوستش دارم. زمانی آرمانهای انقلابی مخالف سرسخت زندگی لوکس بود و نسل قدیم تلاش کردند مال و اموالشان را پنهان کنند، اما نسل جدید با سندروم شهرت و قدرت نه تنها آن را پنهان نمی کند که به آن افتخار هم می کند. جانم فدای ایران، من یه ایرانیم، زنده باد ایران. آناهیتا شمس، BBC. چهارشنبه گذشته در ایران عید قربان بود، هرچند بیشتر مسلمانان جهان سه شنبه را جشن گرفتند. در اکثر کشورهای مسلمان دست کم یک روز به این مناسبت تعطیل رسمی است، اما در تاجیکستان از امسال دیگر عید قربان را تعطیل رسمی اعلام نکردند. مرداد فرهمن نگاهی کرده به مراسم عید در خاورمیانه. امروز حاجیان به نماد شیطان سنگ می‌زنند، شیطانی که به باور آنان و دیگر پیروان ابراهیم کوشید ابراهیم را از قربان کردن فرزندش باز دارد.
مسلمانان میگویند خدا به ابراهیم امر کرد که بر فراز کوه مروه اسماعیل را قربانی کند. اما دیگر پیروان ابراهیم میگویند که خدا فرمان داد اینجا نه اسماعیل که اسحاق را قربانی کند. فرزندان اسحاق هم در عید قربان سختگیری را کاستند تا پیروان نواده اسماعیل در اینجا آداب عید را به جا بیاورند. کمی آنسوتر اسماعیل دیگری نماز عید را امامت می کند. در خطبه نماز قربانی شدن حقوق فلسطینیان را هشدار می دهد. هو موت او سقوط او موت سریری. این مرگ سقوط، مرگ در رخت خوابه. اون هم در برابر شدیدترین حمله به فلسطینیان، حمله‌ای که بهش میگن سازش قرن. این سازش همون سقوط و مرگ در رخت خوابه. عید در غزه درگیری‌های هر روزه فلسطینیان را با اسرائیلی‌ها موقتاً متوقف کرده است. نه اسماعیل قربانی شد و نه اسحاق. به جایشان هر سال میلیون ها سر از اینها بریده می شود. گسترش فرهنگ حیوان دوستی در دنیای مدرن سبب شده تا امروزه خیلی از مسلمان زادگان هم چندان دل خوشی از عید قربان نداشته باشند. مرتضی فرهمند، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.